امشب یه گفتگو داریم با یه کارگردان دیگر ایرانی، با یه کارگردان جوان ایرانی. اما قبلش باید توضیح بدم که علاوه بر دو بخش اصلی فستیوال کن، یعنی بخش مسابقه و بخش نوینگاه، دو برنامه دیگر نیز همزمان با فستیوال جریان داره: دو هفته کارگردانان و هفته منتقدین که برنامه ریزان جداگانه خودش رو داره. ولی هر فیلمی که در تمام این بخش ها نمایش داده میشه، اگر اولین کار یک کارگردان باشه، میتونه برای دریافت جایزه دوربین طلایی که به اولین کار یک کارگردان داده میشه نامزد بشه، کاندید بشه و بتونه در نهایت این جایزه رو ببره. نمونهش فیلم سیر تلگلبا که به کردی هست یا زمزمه باباد هست که اثر شهرام علیدی هست که یک کارگردان ایرانی کرد هست و این فیلمش رو در منطقه کردستان عراق ساخته. شهرام الان در اینجا هست. شهرام، یک دنیا ممنون که به برنامه ما اومدی. من یادم دو سال پیش در اربیل دیدم و داشتی تلاش میکردی فیلم نامت رو تموم کنی. این همون قصه است که داشتی روش کار میکردی دو سال پیش؟ سلام میکنم به شما و کسایی که ما رو میبینن. این همون فیلم نامه است که شما خوندید و خوشتون اومد اون موقع. بله، یه زمان طولانی برای ورز دادن این فیلم نامه و در واقع پخته تر شدنش طول کشید. من هی رفتم تحقیق کردم و برگشتم. خوشبختانه یک فرهنگ مشترک زیاد فرقی نداره. و قصه‌اش چیه اگه بخوای به طور خلاصه بگی؟ قصه‌اش من یک راهی رو میخواستم پیدا بکنم برای این سناریو، تو همون تحقیقاتم، که بتونم یک سینمای جاده‌ای که توش یه سفر داشته باشم، یه خط سفری. و بعد از خیلی نوشتن، ورژن‌های مختلفی من نوشتم، به یک نتیجه رسیدم که خیلی خوب بود، الانم راضی هستم ازش. اونی که محور رو سفر یک آدم گرفتم. برای سفر این آدم من داشتم طراحی میکردم یک شغل عجیب رو براش و الانم که یه باستابای خیلی خوبی پیدا کرده. این شغلی که اصلا وجود نداره تو دنیا اینه که یک پستچی پیره که تو کردستان داره بین کوه‌ها و در واقع روستاهای مختلف میره و نامه‌های مردم رو میرسونه، ولی این نامه نامه نوشتنی نیست، در واقع نامه‌های صوتی مردم رو به هم میرسونه. اینجا من چون قصه فیلم خودت میدونی برمیگرده به یک جنایتی که تو دوره صدام اتفاق افتاده که ماجره انفال که 182 هزار نفر پیر، کودک و اینا رو بردن و در واقع ناپدید شدن و بعد از جنگ ایران و عراق این اتفاق افتاد و گفتن دلیلشون این بود که اینا خب با ایران همکاری کردن و سزاشون اینه که بعد از جنگ همه اینا رو ما نابود بکنیم. یعنی علی شیمیایی، همون علی شیمیایی معروف. تو فیلمای دیگه هم، تو فیلمای کوتاه دیگه هم همین کارو کردی. یکی از فیلمای موفق شهرام فیلمی به اسم آخرین روستای سرشماری نشده و شهرام کارشو با نقاشی و انیمیشن شروع کرده و بعد به طرف سینما کشیده شده. چطور این انتقال انجام شد؟ چرا نقاشی رو ادامه ندادی؟ خب نقاشی رو من دارم ادامه میدم و ولی فقط نقاشی من داره حرکت میکنه. این اتفاقی که افتاده، البته یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده، اونم من خودم علاقه شخصی به شعر دارم، نه به شعر گفتن ولی به شعر خوندن و شعر فکر کردن. اینه که رنگ و شعر اضافه شده به حرکت که سینماست و همون راه رو دارم ادامه میدم و هنوزم طراحی میکنم. استوری بورد این فیلمم رو من خودم کار کردم و چطور شد، یعنی دنیای انیمیشن منو به اینجا کشوند. یعنی من نقاشی میکردم تو دانشگاه تهران، من نقاشی خوندم اون دوره، خب کار گرافیک میکردم، بعد با دوستانی آشنا شدم که اینا کار انیمیشن میکردن، خیلی دوست داشتم که این طراحیام حرکت کنه و تز پایان نامم تئوریش زیبایی و حرکته و این اصلا ریشه داشت که من دنبال حرکت و موشن هستم. ولی شهرام، تو فیلمای کوتاهت هم با هم داشتیم صحبت میکردیم، گفتی که فیلمای کوتاهت هم در مورد مسئله کردستان، مسائلی که به کردها مربوط میشه. بله. ولی فکر نمیکنی این اگر زیادی مسئله رو تکرار کنی باعث بشه که حالت یک فعال پیدا بکنی که فقط دل مشغول یک مسئله خاص است، یعنی یه رنگ قومی میگیره؟ ببینید
این ظاهر قضیه است، یعنی این پوششیه، یعنی این یه لباسه، ولی اون توی انسانه که همه انسان‌ها شبیه به همن. خب یعنی چی؟ یعنی این که شما لوکیشنتون رو میگیرید مکزیک. حالا یه توضیح هم میدم که اصلا موافقم نیستم به این که حتما من آخرین فیلمی که ساختم بهتون گفتم یه فیلم بدون بی دیالوگه. و این فیلم چهار خاطر از آبه، رباعی آبه، یه رباعی، یک فیلم ایرانی که در واقع فضا شرقی داره و اصلا لوکیشن هم کاشان بوده، تهران بوده. فیلم بعدیم هم احتمال داره که حالا تو کردستان نباشه اصلا. چند تا فیلمنامه دارم و من در پی یه مسئله انسانی هم. هر جا که فکر کنم اونجا راحت میتونم کرو پیدا کنم یا پرودوسری باشه، قطعا سه تا چیز دارم، سناریو آماده دارم که هیچ چیز نیست خودمو نبستم به. ولی یه دغدغه‌ای بالاخره هست که من یه دغدغه‌ای دارم، تو همه اونا تکرار میشه، اون تکرار میشه نه لوکیشن، میدونید. بعدش هم در کنار این اصلا فرار نمی کنم از این مسئله که بالاخره من تو مردمی به دنیا اومدم که نیاز دارن به این قضیه که من یک جوری التیامی رو به در واقع زندگی اونا اضافه بکنم. درسته. یعنی شوخی نیست که من تو یک مردمی زندگی کردم که رنج دیدن و من نتونم آرامش برای اینا بیارم. خب بله، البته آدم میتونه که به نیازهای دیگه. این سوال دیگه اینه که میدونم اینو در منطقه کردستان عراق در فیلم برداری کردی و میدونم که نخست وزیر منطقه کردستان آقای نوچوان نوشوانی و همینطور آقای عباس غزالی که تهیه کننده از خیلی کمک میکنن، ولی در این حال یه گروه ایرانی هم باهات بودن. من فکر میکنم ما یه دقیقه وقت داریم، درسته؟ یه دقیقه و اگه بتونی خیلی کوتاه اینو بگی، توضیح بدی. حتما کوتاه میگم. بله، من واقعا تشکر میکنم از حضور یک مدیر باهوش به اسم آقای نچیروان بارزانی. ایشون جوونه و واقعا فکر میکنم تو خاورمیانه یک کارای جدیدی داره اونجا شکل میده. خیلی آدم صلح طلبیه، خیلی سینما دوسته. با حضور نچیروان بارزانی و یه آدم عارف مثل فلک دین کاکه‌ای که یک وزیر فرهنگ اونجاست، خیلی انسان شاعر و عارفیه و خیلی دلش دریاست برای تولید و اینا، این اتفاق افتاد تو دایره سینما. و گروه ایرانی هم بود، گروه ایرانی. بله خیلی کمک کردن، واقعا میتونم بگم از فیلم بردار خیلی خوبم آقای تورج اصلانی، از تولیدم آقای ساسان سالور، از تدوینگرم خانم هایده صفیاری، صداگذار خیلی خوبم آقای محمدرضا دلپاک. میدونم این گروه تیم بزرگ است و همین صرف حضور تو در فستیوال کن واقعا خودش یه موفقیت است. من ازت خیلی ممنون هستم و میدونم که فیلمت روز سه‌شنبه اولین نمایش جهانی رو در فستیوال کن در بخش هفته منتقدین خواهد داشت.